سلام مردم خبری های عزیز، خوش اومدید به بخش خبرهای خارجی ساعت 10. در چهارمین روز تجاوز ترکیه به سوریه شمار آوارگان از 100 هزار تن گذشت. تجاوز نیروهای ارتش ترکیه به خاک سوریه در حالی وارد روز چهارم شده که بر اساس آمارها شمار قربانیان این حمله همچنان سر صعودی داره و تعداد آوارگان هم از 100 هزار تن گذشته. دیروز عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه وارد چهارمین روز خود شد و این در حالیه که شمار تلفات ساکنان استان‌های شمالی سوریه بر اساس آمارهای رسمی همچنان در حال افزایش. وزارت دفاع ترکیه شمار شبه نظامیان کردی که تاکنون در این حملات کشته شدند رو 415 تن اعلام کرده، اما هیچ آماری در مورد شمار غیر نظامیان کشته شده منتشر نشده. سازمان ملل گزارش داده حدود 100 هزار تن در شمال سوریه طی عملیات ترکیه آواره شدند. بر اساس بیانیه سازمان ملل شمار افرادی که در حال اسکان در پناهگاه و مدارس هستند هر لحظه افزایش می‌یابد. دولت آمریکا هم هفته گذشته بعد از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه اعلام کرد که نیروها آمریکایی از مناطق نزدیک به نوار مرزی سوریه و ترکیه عقب نشینی می‌کنند. این اقدام در واقع چراغ سبز واشنگتن به آنکارا برای انجام عملیات علیه شبه نظامیان کرد بوده. واکنش وزیر خارجه ترکیه به لغو سفر لاریجانی به استانبول. وزیر خارجه ترکیه اعلام کرده من نمیخوام درباره تصمیم رئیس پارلمان یکی از کشورهای شرکت کننده اظهار نظر کنم. او احتمالاً دلایل خودش رو داره، اما از اینکه رئیس دومای روسیه در این کنفرانس حضور مییابه خرسند هستیم. واکنش شدید وزارت خارجه ترکیه به اظهارات دبیرکل اتحادیه عرب. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده که اتهام‌زنی دبیرکل اتحادیه عرب علیه ترکیه مصداق خیانت و همچنین مشارکت در جرایم گروه‌های تروریستی. توییت ظریف درباره گفتگو با تی‌آر‌تی ترکیه. توافق آدانا میان ترکیه و سوریه که همچنان معتبر است، راهی بهتر برای دستیابی به امنیت است. ایران می‌تواند به گرد هم آوردن کردهای سوریه، دولت سوریه و ترکیه کمک کند تا ارتش سوریه در کنار ترکیه بتونن از مرز حفاظت کنن. و تصویری که خیلی مورد توجه قرار گرفته، اردوغان رهبر واقعی داعش در حال کشتار ترک ها، کشتار کردها. خب این روزها در فضای مجازی هم خیلی صحبت شده. خب من هم همین رو خواستم عرض کنم خدمتون که به هر حال آقای اردوغان مدعی هستش که داره تروریست ها رو میکشه، اما در واقع مردم بیگناه و غیر نظامیان رو هم داره میکشه. آقای اردوغان خب خیلی بهش گفته شده موقعی که شما اسناد حمایت‌های تجهیزاتی و مالی از داعش، حمایت‌های ترکیه اون موقع معلوم شد، همین مردم کرد در شمال سوریه در کوبانی قربانی تروریسم داعش شدن و حالا شما مدعی هستی که داری با تروریستا مبارزه میکنی. بر فرضم که شما همچین ادعایی داشته باشی، چرا مردم بیگناه رو داری میکشی؟ این سوالاتی است که از آقای اردوغان مطرح میشه. یک ویدیو با هم دیگه ببینیم. من روش صحبت میکنم. فریادهای زن کرد سوری هست که به خاطر حمله ترکیه آواره شده. میگه چند روز فرار میکنیم، فقط همسرم مانده و در جنگی که نمیدونم زنده است یا مرده. اردوغان چه از جان ما میخواد؟ الان با این جنازه بچه بدحال چیکار باید بکنم؟ آمریکا ما رو فروخت. ما چه گناهی کردیم که کرد هستیم؟ مگه ما انسان نیستیم؟ الان باید چیکار کنیم؟ علی کرمانجا سبب زمانه ما بود زمانه کرمانجا ما نه انسانن ما نه بشرن و نه بچه نه بچه ما با جنازه و نیبره که بری خود کدا کم از که هرم اما کره کومانه کنده کومانه خوری مگی شرش که رازی بیر کس که تانه من از که کدا هرم اردوغان ما چه غازه کی کافره کرمانج کافره لی اردوغان کافره. بله، سیاست جمهوری اسلامی هم اعلام شد. ایران گفته که با اقدام نظامی ترکیه مخالف هست و تمامیت ارضی سوریه باید حفظ بشه. در حال آقای اردوغان یک روزی از داعش، از تروریست های داعش حمایت میکرد، حالا الان هم مردم بیگناه رو در
سوریه داره میکشه. بریم سراغ خبرهای بعدی. شمخانی گفته شرارت در آبراهای بین المللی بدون پاسخ نمیمونه. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته راهزنی دریایی و شرارت در آبراهای بین المللی که با هدف ناامنسازی رفت و آمد شناورهای تجاری انجام میشه بدون پاسخ نمیمونه. کمیته ویژه بررسی موضوع حمله به شناور ثابتی ایران که در نزدیکی سواحل جده عربستان در دریای سرخ هدف دو موشک قرار گرفته تشکیل شده و گزارش اون به زودی برای اخذ تصمیم به مراجع مسئول ارائه میشه. با بررسی تصاویر ویدیویی موجود و شواهد اطلاعات جمع‌آوری شده سرنخ‌های اصلی این ماجراجویی خطرناک به دست اومده. آقای موسوی گفته که آماده ایم با عربستان با میانجی یا بدون میانجی گفتگو کنیم. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته ایران بارها اعلام کرده که با میانجی و بدون میانجی آماده است با همسایگان خود از جمله عربستان گفتگو و راهزنی کنه. ما از کشورهایی که با حسن نیت خواستار ایجاد امنیت در منطقه هستند استقبال کردیم. ایشون گفته که نخست وزیر پاکستان به تهران سفر میکنه، با رهبر انقلاب و رئیس جمهور دیدار و گفتگو میکنه. و موسوی درباره برخی اخبار که عمران خان به عنوان میانجی بین ایران و عربستان خواهد بود گفته که تا این لحظه موضوع میانجیگری مطرح نیستش. با هم صحبت‌های آقای موسوی رو ببینیم. ایران میزبان نخست وزیر پاکستان خواهد بود. بفرمایید اهداف این سفر چه چیزی هستش و قرار هستش آقای عمران خان با کدام یک از مقامات کشورمون دیدار و گفتگو داشته باشند؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در چارچوب روابط دیرینه و دوستانه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان، جناب آقای عمران خان دومین سفر خودشون رو به ایران در سال جاری ما خواهند داشت. این سفر در چارچوب همکاری های نزدیک و دوستانه دو کشور هست و ایشون علاوه بر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، جناب دکتر روحانی با مقام معظم رهبری هم دیدار و گفتگو خواهند کرد. مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز آخرین تحولات روابط دو جانبه بین ایران و پاکستان مهمترین محورهای گفتگوهای ایشون در سفر یک روزه خودش. بله، خبر بعدی این که آقای پوتین گفته کشورها باید به منافع ایران احترام بگذارن. رئیس جمهور روسیه گفته تمام کشورها باید منافع تهران در نظر بگیرن. یک قدرت بزرگی مانند ایران با چندین قرن قدمت مطمئناً منافع خاص خودش رو داره که باید با آن احترام گذاشت. درک جزئیات و مسائل نیاز به مذاکره داره. بدون مذاکره حل و فصل هر مسئله غیر ممکنه. مسکو روابط خوبی رو با ایران و کشورهای عربی حفظ کرده. البته آقای پوتین به روابط خوبشون با اسرائیل هم اشاره نکرده. بگذاریم. رسانه انگلیسی مدعی مذاکرات مخفی سعودی‌ها با انصارالله شد. طبق ادعای روزنامه فاینانشال تایمز، مذاکرات بین عربستان و انصارالله بعد از حمله یمن به آرامکو از طریق یک کانال ارتباطی مخفی آغاز شده. یک دیپلمات غربی گفته که حمله به تأسیسات نفتی آرامکو عامل مهمی در تغییر موضع ریاض در قبال یمن و انصارالله ایفا کرده. فاینانشال تایمز نوشته که علاوه بر عربستان سعودی، انصارالله هم خواهان کاهش تنش هاست و در همین راستا اقداماتی از قبیل آزاد کردن حدود 300 زندانی شامل 3 زندانی سعودی را انجام داده. تصاویر ببینید از آغاز طوفان وحشتناک و سهمگین ژاپن، 2 کشته و 60 زخمی تا کنون. بله، تصاویری هم هست از هجوم مردم به فروشگاه‌ها که فروشگاه‌ها رو در ژاپن خالی کردن و مسائل دیگه. فکر می‌کنم وقت نداشته باشیم که خبر آخر رو بخونیم. روز روزگارتون خوش. با تلویزیون اینترنتی مردم خبر همراه بمانید.